در قدم اول مبارکباد عرض میکنم میلاد پر نور و با سعادت حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و همچنان همزمان میلاد حضرت امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه را به همه مسلمانان عالم و امیدوار هستم که ایروز روز فتح و نصرت و پیروزی برای تمام امت اسلامی بر همه ادیان باشد. سخنان جناب دکتر جعفری به نظر من بیخی بسته نبود در مورد مجلس امروز. برایشون دستور داده شده، ما هم استفاده کنم از این لحظات. به ارتباط پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم واقعا آن طوری که نفرمودن هرچی بگویم کم است و بازم حقشان ادا نمیشه. بحث یک انسان نیست، چیز دیگر است. بحث نماینده و سفیر خداست با تمام ابعاد علمی و روحی و جسمی و همه چیز. بنابراین فرصت کوتاه کفایت نمی کنه، ولی به ارتباط روز و مجلس و صحبت های جناب دکتر صاحب که یاد کردن ما مجلس شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رسول الله و اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل الى اخر ايه. بشما ترجمه نمیکنم چون همه الحمدلله علما و دانشمندای دینی هستیم. به اینجا فقط برداشت خودم میگم به حیث یک مسلمان. در این آیت پیامبر خدا را خداوند متعال جل عظمته به دو صفت سیاسی و عبادی می ستاید، هم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و هم پیروانش را. پیروانش یعنی هر کلمه گوی نی صحابه کبار که در خطش حرکت داشتن و کسانی که بعد از او به وجود میان و در خط پیامبر خدا حرکت بکنن. اینا والذین معه شامل از این مردم است. خدای متعال در اینجا فقط اول دو صفت سیاسی اینا را بیان میکنه، باز بعد دو صفت عبادیشانه. اگرچه خدای متعال میفرماید که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، هدف خلقت پرستش خداست، اما ذات اقدس الهی پیش از بحث عبادی در اینجا صفات سیاسی پیغمبر خدا و همراهان و پیروانش و کسانی که در رکابش هستن او را یاد میکنند. چرا؟ میفرماید اشداء علی الکفار رحماء بینهم. خصلت سیاسی یا صفت سیاسی از اینا ایست که نتیجه آن همه عبادات که بعدم بیان میشه خدا متعال تأخیر کرده و یا تقدیم کرده یک ثمره ای داره. او ثمره چیست؟ که پیغمبر خدا و مسلمانان و کسانی که پیروان واقعی و برحقش هستند در مقابل کفار و دشمنای خدا سختگیر باشند و آشتی ناپذیر باشند و اونا معامله نکنند، غلامیشان رو نپذیرند و حق تعرض و تجاوز به مرزهای مقدسات اسلامی رو برشان نتن، هیچ نوع آمیزش با اونا نداشته باشند. اما در میان خودشان مسلمان ها با تمام کلمه گویا، با تمام کسانی که زیر پرچم توحید قرار دارن کاملا برادروار و بسیار مهربان و با صفت رحیمیت ذات اقدس الهی رحماء بینهم مهربان باشن. این دو صفت سیاسی اول گفته میشه، رمزش در کجا؟ اگر مسلمان عبادت کنه، نماز بخونه، ریش بگذاره، لنگی بپوشه، خلاصه روزه بگیره، زکات بده، حج بره، اما با دشمنای خدا دوستی داشته باشه، معنیش که پیرو پیغمبر خدا نیست، با تمام عبادات و نفل و نوافل و هزار با سالانه حج عمره کنم امثال از این، چرا این عبادات نتیجه نداشته. ثمره ای عبادات پیدایش یک خصلت است، پیدایش یک فطرت است در وجود انسان ها. او انسان تغییر میده از نظر ذهنی، موضعی گیریش در مقابل کفر جهانی، در مقابل کفار، در مقابل مشرکین، ملحدین و تمام عناصر ضد دین طوری هست که ابدا آشتی پذیر نمی باشند با اونا، برعکس سختی رسند برایشان. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. و در بین هم
حتی خون خود فدا میکنن، مال و جان از هر چیز خود میذارن. مصداقش صحابه کرام بوده از زمانش، امروز این مصداق ما کم پیدا میکنیم متاسفانه. و علت شکست مسلمان ها در قرون اخیر هم همین مسئله است که عکس دیست که رحما و بینهم نشدن، بلکه سر تعظیم فرود آوردن و قدرت های جهانی، مخصوصا عمرا، رهبرا، رؤسای جمهور و علمای دینی هم تا جایی و پیشوای دینی، چون برعکس شد و اینا روابطشان با کفر جهانی برقرار شد، سبب تقسیم جهان به دست دو ابرقدرت جهانی شد و امروز حاکمیت کفر جهانی در سراسر دنیا به چشم سر ما میبینیم. و در قدم بعدی از این خدای متعال این موضوع عبادت هم باز یاد میکنه که اساس و بنیاد پرستش است. تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانه. استمرار عبادت هست، این همیشه اینا رو در نماز شما در رکوع و سجده میبینیم. شما بهتر میدونید که ما دو نوع عبادت داریم، یکی عبادات با قید و شرط که علمای کرام میفهمن که فقه اسلامی، تمام انواع فقه اسلامی اما چهار عبادت دربارش بحث میکنه و یعنی موضوع بحثش یکی معاملات است. در بحث عبادات چهار عبادت است که نماز و روزه و زکات و حج با تمام شرایطی که داره، و عبادات بعدی عبادات مفروض است، اونا هم در قرآن آمده و در احادیث آمده و پیغمبر خدا هم عامل بود و هم مسلمان ها باید باشه. عباداتی که شرط و قید نداره، یعنی وضو کردن و رخ به قبله شدن و کالای پاک و ناپاک لازم نداره، عبارت از ذکر خدا در همه حال، تفکر در مخلوقات خدا به خاطر شناخت خدا همیشه، و صبر و شکر و عجز و توکل و امثال از این و نیایش در برابر خدای متعال. با خدای متعال، خدای متعال از هر دو نمونه یکی که بیان میکنه، تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانه، و از طلب فضل و رضای ذات اقدس الهی یک رابطه باطنی، رابطه قلبی و رابطه زبانی است و نیایش است. این پیغمبر صلی الله علیه و سلم با کسانی که با او میگه هستن واقعا پیروی از او میکنن، میگم این دو صفت دارن، هم صفات سیاسیشان اشداء علی الکفار و رحماء بینهم، و صفات عبادیشان که بر دو نوع عبادات ملتزم هستن و استمرار داره دیجن. و خدا می در تورات صفات آوردیم و اینا کمالشان چیست، داره که جناب ایشان فرمودند، جناب دکتر سید جعفری، که مطمئن باشه که اسلام امروز یا فردا در سراسر کره زمین بر رغم نیت و اراده کفار و مشرکین و ملحدین و دشمنای بشریت پیروش نیست و تمام عالم نمیگیره. البته آیت قبل از این مشعر به می حقیقت است که ذات اقدس الهی میفرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا صدق الله العظیم. این وعده را در اول زمان اسلام خدای متعال بر مردم مژده میده، اگرچه این خیلی از لحاظ عقلی شاید قابل قبول نباشه، عقل درکش نمیتونه که چگونه میشه این پیغمبر یتیم و تنها آمده دینش فراگیر شود، تمام دنیا را بگیره. دو وقت حاجت تمام دنیا نیست، تنها در عربستان در مکه معظمه و مدینه منوره قابل قبول بر عقل ها نبود. او را خدای متعال میگه که وکفا بالله شهیدا، چه باور کنید چه نکنید، من خودم شخصا شهادت میتونم که کار شده نیست. و اما برداشت و تو پیام ای آیت وسیع تر از حوزه عربستان یا حوزه موجود جهان اسلام است، کل کره زمین نمیره. چرا؟ لیظهره علی الدین کله، یک ذره دیگه جای باقی نمیمونه که کدام گوشه از دنیا در دست کفار باید باشه. پس بر تمام ادیان، مکتب ها، فلسفه ها و بالاخره نظریات و جهان بینی ها ای باید پیروز شود و غلبه باید پیدا کنه، این حاکم، دین حاکم جهان باشه. خیلی حرف خوب گفتن جناب داکرس، گفتن که یعنی زود است که میکار به لطف پروردگار صورت بگیره. این از نظر ایمانی آیت که اینا سوره صف تلاوت کردن که معید از این است و آیه ما قبل از آیه 28 بود، او جان خدای متعال میفرمه که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون صدق الله العظیم. و بعد یاد باز تکرار میشه ولو کره هر مشرکون داخلش میفته. دو جا میگه اراده دارن کفار، دشمنای خدا، دشمنای بشریت، که این نور حق را خاموش بسازن. 1442 سال است که ما شما میبینیم همه بحث ها و جنگ ها علیه حقیقت اسلام است.
به منظور خاموشی دین است. ولی چون ذات اقدس الهی وعده کرده بود که این خاموش نمیشه، بلکه برعکس جهانگیر میشه، جهان شمول میشه و این نور به اتمام میرسه. به اتمام رسیدن یعنی بر همه بشریت داد برسه. و امثال از آیت دیگه هم در قرآن نشان زیاد است. ما منتظر پیروزی حق بر باطل به طور کامل هستیم. انتظار ما به طور حاکمیت مطلق و غالب شدن مطلق دین بر تمام ادیان است. و شیاطین جنی همه شیاطین انسی را ترسانده که دین غالب شدنی است، بنابراین با موافق با نظر جناب دکتر سید که اینا اسلام حراسی را برای انداختن، جای حمله میکنن، جای میزنن، جای جنگ ها را برای مندازن، مستقیما حمله میکنن، جای جنگ های نیابتی را سازمان میتن. خلاصه در کدام گوشی از دنیا نیست که جنگ سازمان داده میشه مخصوصا علیه اسلام. تشویش و استرام و ترسشان از او حاکمیت دین است که مثال های عینی و عملیش جناب دکتر سر گفتن که به هزارها انسان امروز به طرف اسلام روی میره و بسیار باشه و خذب. انسان هایی که نسبت به مسلمان های امروز با ایمانتر عرض وجود میکنن، چرا تحقیقی ایمان آوردن، اسلام برشان مفت رایگان نامده، در اثر کشیدن زجر و زجه و نالش و زاری و فشارها و بی‌عدالتی ها و نابسامانی هایی که در جامعه خود به حیث شرایط عینی اونا احساس میکنن، مجبور میشن به سوی اسلام بیان. پس بی جا نگفتن جناب دکتر سر پیشتر که یک موج بیداری در جهان به وجود آمده تا همه بشرت رخ بر روی اسلام بیارن. چرا دنیا همه چیز تجربه کرده، همه ادیان، همه مکتب ها را، همه فلسفه ها را، ولی آنچه را میخواستن به او برسن، اول در دنیای ما شما حداقل تأمین عدالت و انصاف و انسانیت و برادری و برابری بود که هیچ مکتب، هیچ دولت، هیچ مذهب و هیچ دینی این نتانست پیاده بکنند. بدون بشرت مایوس است از تمام قدرت ها، از تمام مکتب ها، از تمام ادیان و از تمام مذاهبی که دارن. فهمیدن، درک کردن، عملن. این شرایط مجبور می سازه بشریت که باید با پشت حق و با یک رای نجات روی بیارن. او رای نجات بدون شک غیر از اسلام رای دیگه وجود نداره. به خاطر ترس و تشویش قدرت های جهانی، مخصوصا پنج ابرقدرت خائن و فاسد در رأس ایالات متحده امریکا و بالاخره ختمش به فرانسه و انگلیس و روس و چین است. یادآور شدن جناب استاد که یکی از بحث های ما مسئله اهانت و توهین به پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم است. این بحث های توهین، بحث هایی که در او طرف اوکیانوس ها طراحی میشه و از طریق غلامای امریکا پیاده میشه، مثل مکرون. مکرون اگرچه رهبر یک قدرت اتمی جهان است، امروز متاسفانه اونا هم مستقل نیستند. به حیث غلام و به حیث برده امریکا اینا عمل میکنند در جایی. اینا در جنگ های نیابتی امروز نقش دارند. ما زمینی که تقبیح میکنیم شدیدن، میگیم ما به خون گریه میکنیم به این حالت که تمام مسلمان های عالم به عنوان منافق از زبان کثیف مکرون رسما اعلان میشه. همه عالم اسلام، این برخلاف سیاست، برخلاف اخلاق، برخلاف شعارهای خبیثی خودی، مثلا قوم خبیث و رذیل است. منتها مسلمان ها بیدار باشند که آنچه رسانه ها پخش میکنن و شکلی که خودشان میسازند در این قضایا، ما باید پیرو او تبلیغات نباشیم، از حقیقت درک بکنیم. وقتی که اونا میگن یک کسی آمد تروریست بود و تروریست مسلمان بود و به خاطر عکس العمل به نشان دادن کاریکاتورهای پیغمبر خدا یک معلم ما را کشت، و بنان ما هم پیغمبر خدا را توهین میکنیم و هم اسلام را توهین میکنیم، تمام مسلمان را، باور نکنید چنین نیست. این برداشت شخصی من است. شاید در جهان کسی با من موافق نباشه که قضیه چنین باشد. نه مسلمانی وجود داشته، نه مسلمان کسی را کشته و نه مسلمان این جرأت در او قدرت های جهانی داره، بلکه یک توطئه بود و توطئه هست که علیه اسلام میخوان بهانه بسازن، جنگ برا بندازن، اسلام حراسی را نهادینه بسازن، به خاطر خودشان توسط دستگاه های امنیتی خود یک مسافر غریب کاری کس کنم کشور دیگه آمده برای مزدوری در اونجا، هم او را کشتن، یک معلم خودم کشتن تا سوژه باشه برای تعرض و تجاوز به مرزهای مقدسات اسلام.
این حرف حرف نوست. شاید قابل قبول نباشه. مردم مسلمان دنیا گمان میکنن، خصوصا مردم های سادلو، که البته کدام آدم مسلمان بسیار با درد بود، البته وقتی که فیلم دید یا کاریکاتور دید، قارش آمد خیز چاقوره گرفت کشت. ای احمقانه است که انسانی بپذیره. تبلیغات جهانی خستن میسونن میرکن. همین قسم اینا کوش میکنن که اخفال کنن مسلمان ها را. خب بعد از اون چی شد؟ باز چند تا زنا را در کلیسایشان میگرفت کشت، یکی را گردن برید، چند تا دیر چاکو زد. آیا دست و پای زیاد بسته است؟ او که افغانستان نیست که شب و روز به صدها انسان کشته شود و خم ابرو در پیشانی دولت مردا و پادشاه و رئیس جمهور و وزرای مشمونه بیه و به قول جناب استاد لااقل یک وزیر عمق شرف و عزت در کل تاریخ سیاسی 20 سالی افغانستان پیدا نکنه که به جرم این شکست ریختا و این بی‌کفایتی هایشان که ملت از جان ملت خون میره و یک روز اگه استفا نکنه معذرت نخواستم. فقط تقویه میکنیم، تقویه تقویه مشکلی را حل میکنه واقعا. طوری که جناب دکتر صاحب اونجا خود او قدرت های اتمی است، اونا مثلا زمین و آسمانشان همه ایشان تحت نظارت مستقیمشان است. این مجموعه تمام کارهای تروریستی که در سطح بین المللی میبینی خدا شاهد است، کار افراد و اشخاص مستقل نیست، کار کدام پیرو مذهب نیست، کار کدام مسلمان نیست، کار کدام صاحب دین و مذهب نیست. این تهمت میکنن به جان مسلمان ها. این کار دستگاه های استخباراتی، این نوع تروریسم به نام تروریسم دولتی در ادبیات سیاسی تعریف شده. تروریسم دولتی یعنی چی؟ که یک دولت کار تروریستی سازمان میده، با قدرت، با توان زمینه سازی میکنه و بالاخره افرادی که خواسته باشه از بین میبره. در رأس تروریسم دولتی کل دنیا امریکا قرار داره. این فرانسه و انگلیس و دیگر کشورهای خردریزه، کشورهای مرتجع عرب و فاسد عرب، کشور مرتجع و فاسد ترکیه و رهبری اتاترک موجود، اینا در هر کجایی که جنایت میکنن به دستور امریکاست. این شما از جنس تروریسم دولتی بزنید، ملت ها مسلمان ها ببینه بی‌ناموس میشن، بی عزت میشن، سرزمین هایشان از بین میره، یک بلس آزاد کردن نمیتونن. کجاست که در تروریست هایی که واقعا این قدرت داشته باشه که از جان خود تیر شوه و بروه در درون قصرهای پیچیده با تمام وسایل زیرهی اونجا برن چنین عملیات انجام بدن؟ پذیرش گپ کاملا حماقت است. این خارج شعور آدمی است، خارج شعور سیاسی انسان هاست. ولی تبلیغات آنچنان خودشان سازمان میتن که در افکار عامه همه بشریت، مسلمان های ساده رو فکر میکنن که حالا بیچاره مسلمان خاطر خدا، خاطر پیغمبر خدا رفت کشته شد و کشت، باز بگویم که ما از او دفاع میکنیم، تایید میکنیم، قطعا دفاع نمیکنیم. حتی اگر کدام عالم بسیار جید مسلمان رو این کار انجام بده، او قابل تایید نیست. ما باید در برابرش نه به شکل تروریستی مستقیما در جنگ روی روی باید استاد شود، اما رقم دشمن ها استاد است، اونا رو محاکمه به این ترتیب داره، نه که اسلام بدنام شود. در حالی که این کار خودشان کردن، نه کدام مسلمانی، و ای از روی نفهمی و عدم درک سیاسیشان اینا هم در قطار استاد میشن و باز میگن که این خوب کار کرده و به خاطر چی که ما پیغمبر خود بیشک و پیغمبر خود ما ایمان داریم، قلب ما میرزه، ما باید خون گریه کنیم به این حالت. ولی رای حلش مبارزه بی امان و پیگیر و ایجاد وحدت در بین کل امت مسلمه به خاطر مقابله با کفر جهانی، مقابله با توطئه یا اون جنگ جهانی صلیبی علیه مسلمان ها که از طرف جورج بوش لعنتی اعلان شد و ادامه پیدا کرد توسط رئیس های جمهور بعدیش و فعلا حاکم از این جنگ در سراسر دنیا. شما میگه هر روز نیروهای امریکایی، نیروهای ترکی و نیروهای عربی در تمام کشورهای اسلامی در حالت تعرض و تجاوز و کشتار مسلمان هاست. پیشنهاد ما به تمام علمای کرامی است که ضمن انجام سایر رسالت های ما برای وحدت امت اسلامی، برای بیداریشان همچنین در پی نگردیم که تمام قضایای تروریستی در سراسر عالم، قضایای نظامی حتی که رسما جنگایی که در نگورن خرابات و آذربایجان میشه، این بحث خود آذربایجان و مردم ارمنستان نیست، بحث قصر سفید است. به خاطر پیاده کردن نیروهایشان این سازمان میتن، نه در غم آذربایجان هستن نه در غم مردم ارمنستان. این کشتارها جز تروریسم دولتی است. اهداف بعدیش با شما مطالعه میکنیم.
چند شب پیش از بی بی سی ما شنیدم که امریکا گفته که ترکا میگن که ما دیگه میانجی میشیم. گفته بد میکنم میانجی میشیم، ما خود ما نیروی بسا حافظ صلح میاریم دیگه، یعنی که نیروی امریکایی نمیارن دیگه پیاده میکنن. به خاطر از این کشتارا را جنگا را برام دادن. این جنگا هم جنگ نیست، کلش تروریسم دولتی است. و این کشتارایی که انسان تا بال شما یک تا آدم زنده را پیدا نکرده در تمامی قضایا که زنده گیر کنن، بیارن اعتراف کنن و او را ثابت کنن که براسی تروریست بود و قصدش بوده، چرا کشته میشده در اوجه؟ او پلیس فرانسه، او امکانات استخباراتی فرانسه او را به دست خالی هم میتادستش بگیره. خب باز دو کلیسا که میگه یک چند تا زن کشتن، او را خب باید لاقل زنده میگرفتن که نشان میدن و اعتراف میگه که بله برادرها خواهرام یک مسلمان بودم خاطر اسلامی کار کردم. این حرفای احمقانه است که ملت‌ها را توسطش تحمیق میکنن. این بیداری علما داشته باشن، ملت‌ها را بیدار بسازه که در پی همچه تبلیغات نروند که در کنار که باز بعد دوباره پس مکرون بخیزه، بسیار بی‌شرمانه و بسیار بی‌شرفانه استاد شود، تمام مسلمانای عالم و مسلمانای فرانسه را مخاطب قرار بده از موضع یک ابرقدرت اتمی جهانی و بگوید که شما کار غلط میکنید، خفه شوید، خوش شوید، ما خوب میکنیم، پیغمبر توهین میکنیم، تحقیر میکنیم، او سزاوارش از سایسیس و شما مسلمان ها همگیتان منافق هستید. خب این بحثی است که میبینید که قصدن طراحی شده بود، ورنه یک رئیس جمهور در مملکتش اگر یک حادثه، یک فاجعه واقعا اگر صورت هم گرفته باشه او را میتونه کارت کنه، از او گذشت کنه به خاطر مسائل ملی خودش، به خاطر مسائل سیاسی خودش، این حوصله باید داشته باشن. و اما نه به خاطر یک جانی، یک جنایتکار، یعنی گیرم که خدای نخواسته او آدم مسلمانی بوده باشه، کار اگر مسلمان بوده قبول میکنیم، اما این جنایت انجام نداده، او قربانی از این توطئه شده. در بسیاری از مسائلی که مردم فکر میکنن که آمدن تروریست ها بودن و مردم کشتن، خدا شاهد است چنین نمیباشه. من یکی از شخصیت های بسیار بزرگ افغانستانه که همه این مملکت ما قبول، دنیا قبول داره که تروریست ها از بین بردن، من شاهد هستم که تروریستانی زیر چوکی تو بم موندن، هم او کشته شد، هم کسی که امرایش مصاحبه میکرد و کسی که زنده دگیرشان او رو کشتن. من شاهد او سرنه هستم، نام نمیگیرم به خاطر که باز مشکلات داره که امرای قاتلی نزا باز ما نبیترین دست پنجه نرم بکنیم. این چیزی به چشم سر دیده میشه. پس کجا هست قدر تروریست، قدر انسانی که او از جان خود تیر شد؟ یک آدم اگر از جان خود تیر شد یک مملکت فتح میکنه. این توطئه است، این در افکار عامه جابجا میگه، گویا مسلمان های تو مردم های خیلی غیور و مقاوم و شجاع و بالاخره از جان تیر شده هستن که خاطر نام پیغمبر خدا جان خود. مسلمان های امروز از نان خود تیر نمیشن، از خواب خود تیر نمیشن، چشمشان است از تلویزیون فحشا و فساد دور نیست، اکثریت عام و تار مسلمان ها میرکم است. اگر چنین وحدت، چنین محبت، چنین برادری و چنین همبستگی بین مسلمان ها میبود، چنین بیداری میبود، این کفر جهانی حاکم نمیشد به سرنوشت مسلمان ها. و ضمن تقبیح جنایات مکرون و تمام فرزندای سی‌آی‌ای در هر کجایی که هستن، متاسفانه او قدرت شکسته. امروز چه رسای جمهور انگلستان، چه فرانسه، اینا کشون به حیث غلام های امریکا، هر جایی که خبیث هست اینا از پشترش میرن اقتدام میکنن، در تمام جنایات شریک هستم. بیشتر وقت شما را نمیگیرم، تبریک میگم این روز مبارکه، میلاد پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم و میلاد حضرت امام جعفر صادق رضی الله عنه، و تبریک میگم به مناسبت رونمایی کتاب جناب استاد عادلی حسینی که شخصیت بارز و علمی و دانشمند به نام کشور ما شماست. و سلام علیکم و رحمت.